سلام 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 به روی ماهتون، برگشتیم با فیفا 22. حالا امسال یه سری برنامه ها داریم که چجوری شما کلابتون رو بسازید بدون اینکه هیچ فیفا پوینتی استفاده بکنید. بهش میگن RTG یا روتوگلوری. حالا ما اسم این برنامه رو میخواییم بذاریم 0 تا 100، که میخوایم اگه بشه بدون اینکه هیچ فیفا پوینتی استفاده بکنیم با بازی کردن ویکند لیگ، هر نوع اسکواد بتل، چه میدونم، هر چیزی که هست تو این فیفا، ما بتونیم یه کوینی بسازیم بین 5 تا 15 میلیون کوین. این گل ماه، این هدفمونه و امیدوارم بتونیم توی این سری ویدیوها به هدفمون برسیم. این ویدیوها هر روز پست میشه. حالا ممکنه یه روزایی مثلا امروز که من مریضم مثلا یه قسمت یه روز پخش نشه، ولی سعی میکنم که هر روز یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه برنامه داشته باشیم، مگر که مثلا چه میدونم یه ایونت خاصی هست یا آخرای فیفایی که دیگه دلیل نمیبینیم که بخوایم رو تو گلوریو بذاریم، اونم چون آخره فیفاست دیگه، همه کوینای لازم و متاتیما و همه چیو دارن و اون موقع است که دوباره برمیگردیم به اون برنامه هایی که پارسال داشتیم میساختیم با استریمرها، یوتیوبرها. سعی میکنیم از اون برنامه بازم بسازیم، ولی الان یه سری کارت بیسیک تازه هم امروز بازی داره میاد بیرون، برای همین فعلا اونقدر کانتنت باحال و جذابی نداریم. اول برنامه میخوام ازتون بخوام اگه میشه لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم که بکنید، به دوستاتون هم بگید سابسکرایب بکنید و اون زنگوله هرم بزنید که نوتیفیکیشن براتون میاد هر موقع این برنامه ها آپلود میشه. بریم برای اولین قسمت 0 تا 100 شروع. بریم سراغ بازی و برای اولین بار باز بکنیم توی اکانت رو تو گلوریمون. تا حالا هم بازش نکردیم فیفا رو و بریم ببینیم که چه خبره. خب همونجور که میبینیم من پارسال هم بازی کرده بودم، برای همین داره میگه که یه سری ریوارده گرفتیم بخاطر اینکه تشکر کرد فیفا 21 رو بازی کردیم براشون. وارد التیمیت تیم میشیم برای اولین بار. اولین کاری که باید بکنیم توی فیفا 22 التیمیت تیم اینه که یه کشوری رو شروع میکنیم که بیشتر تعداد بازیکنهایی که شروع میخواییم بکنید با اون باشه. بیشتری ها یا فرانسه یا برزیل انتخاب میکنم. من توی اکانت اصلیم فرانسه رو انتخاب کردم، حالا برای اینجا چون میدونم خیلی از طرفدارای فوتبال برزیل رو دوست دارن و میخوام ببینن که اگه فرانسه رو برندارن چی میشه، حالا ما برزیل رو برمیداریم و ببینیم که چه پکی بهمون میده. همین اول کاری هم میره سراغ پک. پک استرایکر هست برزیلی، ویلیان هوزه، و اینجا توی این اسکواد اولیه‌ای هستش که فیفا بهتون میده. خوب نگاش بکنید، بذاری من تصویرم هم یه ذره درست بکنم. این تیم خوب نگاه بکنید، این تیم اولیه که ما شروع داریم میکنیم باهاش. همیشه تیمی که شروع میکنید و یادتون باشه که چیا بوده چیا نبوده. یه حرکت های خیلی ساده میتونه شما رو الان تیمتون رو از این رو به اون رو بکنه. یادتون هست این بازیکن رو گرفتیم از توی پک ها، دفاع داریم که میتونیم اینجا بذاریم، اینجا هم این دفاع رو داریم. این تیم اولیه‌مونه. حالا بعد کاری که بکنیم اینه که یکی از بازیکنایی که هستش توی تیمو میتونیم بدیم بره و یه لون بگیریم. برای مثال ما اینو انتخاب میکنیم، ببینیم که چیا رو بهمون میده. استرایکرها هالند و لوکاکو و گریزمان و موراتا و ایکاردی. یه نکته ای که هست، شما میتونید از این بیاید بیرون و یه بازیکن دیگر انتخاب بکنید توی یه پوزیشن دیگه، ببینید اونجا آپشنایی که بهتون میده چیه و بهترین رو برای خودتون انتخاب بکنید. برای مثال ما میایم روی لف مید و لفمید هم این آپشن ها رو داره. اورتون یکی از آپشن هاست و در اون کنار هم یه اسکیل موف 5 به اسم رشفورد داده. میتونیم سی اممون هم نگاه بکنیم ببینیم چی هست و اگه برسه اون ترکیبی که دارید الان توی زمین میتونید انتخابش بکنید. رایت مید هم میتونیم نگاه بکنیم، اینا تغییر نمیکنه اگه برگردید. بین اینها خب هالند از همشون بهتره چون کسی که میتونه گلا رو براتون بزنه. هیچ ربطی هم به تیممون نداره ها، ولی ما اینو میذاریمش. حالا میایم به قسمت زیبای کیت انتخاب کردن. از بین اون کیتی که بیشترین دوستش دارید و فکر می‌کنید به تیمتون میاد، به هر دلیلی میتونید انتخابش بکنید. من خب طرفدار منچسترم، همه اینو میدونن و برای روتو گلوری نمیدونم داسلدورف رو انتخاب بکنم
یا WS Wonders. وولفز هم قشنگه تیمش، لباسش. و بذار وولفز رو برمیدارم. و توی اینجا بارسلونا تیکت دومشه یا سومشه فکر کنم. بعد آلمان ال گالکسی، لباس آلمان با مزه است، این لباس قشنگه، اینم انتخابش میکنیم. و خب اینو که 100% بر نمیداریم و زاراگزار ما انتخاب میکنیم به عنوان لوگومون. و کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بریم توی ابجکتیو و کوین ها رو از همین اول بسازیم. چطوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ اولین کار، تیممون رو ما داریم برزیلی میچینیم، درسته؟ یه قسمتی هست به اسم تیمز که بر اساس یه سری بازیکن ها و حالا نشنالیتی ها و تیم ها ساخته میشه. اینجا برزیل، فرانسه و هلند هست. تیمتون کدوم بیشترین بازیکن رو داره؟ الان برای ما برزیله، پس ما برزیل رو انتخاب میکنیم که بتونیم اون ابجکتیو هاش رو راحت تر انجام بدیم. اینجا راحت میتونید کوین ها رو بگیرید. اولین کاری که انجام میدید پوزیشنینگ، برای مثال که میگه بازیکن توی پوزیشن خودش قرار بدید. کاری که بعد بکنیم چیه؟ قبول میکنیم من روی پوزیشنینگم، اینو برم دارم و میذارمش اینجا. این ابجکتیو تموم شد. کاری که ما میخواییم بکنیم اینه که فورمیشن رو عوض بکنید یک بار و اونو یه بار میایین اینجا، یه ابجکتیو کامل میشه و برمیگردید دوباره سر جاش. هیچ کار خاصی نداره. این دوتا ابجکتیو فعلا انجام دادیم. الان برگردید اینجا میبینید که 150 تا کوین یه پک به همون داد و این هم پک بعدی. میایم توی قسمت کلاب نیم، اینجا با عوض کردن اسمتون راحت. ما حالا پارسایی رو گشودیم کینگ تو گلوری، امروز میخواییم بگیم 0 تا 100، درسته؟ به نظرم 0 تا 100 با حاله. بریم برای بعدی. اینجا هم دوباره یکی دیگر رو انجام دادیم، 150 تای دیگه هم گرفتیم. میاییم به قسمت کمستری، از همون خواسته که چنج فورمیشن بکنیم که انجام دادیم و این خودش یه دونه آیتم بهمون میده که بهمون کمک میکنه. اینم باید بردارم، ببخشید. این برای اینی که من قبلا بازی کردیم و این لون پلیر است که بهمون میده. من گفتم سانو میخوام بردارم و سانم بر میداریم. تو همین کمستری ادوانس میگه به 85 برسه 150 تا 6 گرین لینک، 6 تا لینک سبز داشته باشید و 100 کمستری برسید و آخرام یه گل پک بهمون میده. اینجا هم که میگه یه دونه گرین لینک درست بکنید، پرفکت لینک و 3 تا هم پرفکت لینک. اکایی که بهمون داده رو باز میکنیم ببینیم چی داریم توش و از اون طریق تیممون رو بسازیم. حالا اینا که گلد هیچ ریری توش نداره، ولی اگه بتونیم لینک هامون رو بسازیم باهاش خیلی بهمون کمک خواهد کرد. برای لینک دی فکر کنم به استرایکرمون بخوره و همینطور یه دفاع چپ هم گرفتیم، این خیلی خوبه. الان کمستری ما تموم شد، یه پک گرفتیم ازش همینجوری به همین راحتی بدون اینکه هیچ فیفا پوینتی استفاده بکنیم داریم پک ها رو میگیریم و از این پک ها ممکنه هیچ خوب بیاد. اینم از این و در نهایت جایزه گروه که یک گولد ریوارد پکه. زیاد چیز جالبی ممکن نباشه اما باز هم خوبه. 85 کمسی هم رسیدیم، 150 تا کوین دیگه بهمون میده. اینجا یه نکته ای هست که استادیوم استارتر پکتون رو که باز بکنید توش اینو خواهید دید، همشون تریدبل هم. یکی از راحت ترین راه های در آوردن کوین همینه. اینو اینها رو همه رو در آینده خواهید گرفت به همین راحتی. ما 3000 اگه اینم بدم 3500، ولی حالا دیسپلی فون نگه میدارم یکی از شاده گلو، 3331 کوین وارد باشگاه میشه به همین راحتی. میایم سراغ اسکواد بیلدینگ و برای اینکه SBC رو فعال بکنید باید یکی از اولین SBC ها رو انجام بدید و اینا همشون لاک خواهد بود. پس Let's get started انجام میدیم. خیلی هم راحت با اون برونزایی که بهتون داده یک برونز رو بهش خواهید داد. برونز پک میگیرید که همین الان بازش میکنیم چون دوباره همین برونزایی که بهمون میده رو استفادهش میکنیم توی SBC بعدی. به همین راحتی بازیکن بعدی هوانگ مین وو هست
اینم به این راحتی ردش میکنیم بره. دوباره پک بعدی هم باز میکنیم، توش یه دونه ریر داره، سیمو رو گرفتیم. به دردمون نمیخوره، این برونزا همشون میره توی اسپیسیا، یان که اگه فروشی باشن به دردتون میتونه به دردمون بخوره. با اینجا هم دوباره یه دونه پک دیگه به همون میده و از اینجا یه ابجکتیو کامل کردیم، یه بازیکن تو پلیر داد. برنامه بعدی صدای منم بهتر میشه دیگه، سرم خوب. البته برنامه بعدی که نمیتونم بگم چون امروز من دارم چند تا برنامه رو با هم دیگه ضبط میکنم برای امروز و فردا و پس فردا رو، پس صدای منو بعد دو سه روز تحمل کنید اینجوری دیگه. بریم آقا، ناتینگهامو گرفتیم و یه چند تا بازیکن دیگه، اینا همشون بعدها توی اس بی سی استفاده خواهند شد. پک هایی که به همون داده رو باز میکنیم، دفاعی به دردمون نمیخوره با 33 پیس، حتی اگه به تیممون هم لینک میداد و هیچ کدوم هم فروشی نیستن، اینا رو نگه میداریم. باز هم تو پلیر پکی که به همون از این اس بی سی داد، ببینیم توی این چی به همون میده. یه برد لفینگ و بازیکن خوبی داده، اوکامپوس بازیکن بدی نیست. استارت پکمون خوب شد، استارتر که نه، برای اس بی سی مون خوب بود. حوزه فورته زیاد خوب نیست با اون پیس پایینش، ولی بازیکن بدی نیست. قسمت بعدی که بعد انجام بدیم توی روزهای اول اسکواد بتل، لازم نیستش که تیم آنجام خوبی داشته باشیم، چون میتونید توی اینجا یک تیم هایی رو انتخاب بکنید با ریتینگ پایین یا حتی ریتینگ بالا مگه باشه ای وی نداره. به جای اینکه روی لژندری ورلدز پروفشنال بذارم، با این تیمی که دارم روی سمای پرو میذارمش، یعنی اونقدرم سخت نباشه. منیجر رو انتخاب میکنیم، بکنم به منیجر یه دونه کانترکت بدیم، یه دونه از کارامون انجام شده است. الان اسکواد بتل داریم میریم، یه کانترکت به یه بازیکن باید بدیم و به منیجرمون هم که دادیم، و کاری که باید بکنیم یه کانترکت من به ایشون میدم چون ممکن تو تیممون بمونه، یک کانترکت بهش میدیم و تمام. بریم بازی اول انجام بدیم و ببینیم چه خبره. همونطور که میبینیم بازی رو 6-6 بردیم، 6 زدیم دیگه، همیشه چرخیدیم برای خودمون رو. سعی کنیم 5 تا گل به بالا بزنید چون بهتون 200 تا پوینت میده و بونس پوینت و اینا رو میگیریم و بریم برای سراغ بعدی. اگر که گذاشتنش روی این، مثلا حالا من 6 تا فقط گل زدم به خیال شدم، میتونید 100% 100% 10 تا 15 تا 20 تا گل بزنید و همینطور این ریواردا رو بیشتر بکنید. و حالا ما پول هم پوینت گرفتیم، همین که 14 تا ابجکتیو رو کامل کردیم. اول از همه اسکواد بتل رو کامل کردیم و به همون یه دونه کانسومبل پک میده فکر کنم. بعد خدمتتون عرض کنم توی سینگل پلیر دوباره یه دونه سیلور پک بهمون میده و در نهایت توی مایلستون اینجا یه سری چیزایی که برمی به استادیوم و اینا سال زیاد چیز آنچنانی نیست، ولی خب اینها رو بهمون داده. ولی سیزن پروگرس رو رفتیم جلوتر چندین مرحله، بهمون دوباره یه دونه آپشن دیگه میده. من میتونم هرناندز رو بردارم، فودن رو بردارم، ژاو فیلیکس رو بردارم، نمیدونم هنوز. به نظر من تیم رو حمله بشینید خوبه، ولی بعد یه فکرم به خاطر دفاع بکنید. برای همین من هرناندز رو برمیدارم، دفاع ممکنه کمکم بکنه. بعدی هم دوباره به همون کوین بوست اینها و برای 5 تا بازی 500 تا کوین اضافه تر خواهیم گرفت. یه دونه پریمیوم گولد پک هم اینجا بهمون داد و این ابجکتیو ها تموم شد. الان ما 18 تا پک داریم که اپیزود اول و امروز باهاش تموم میکنیم. این 18 تا پک البته خیلی هاشون کانسومبل سیلور پکه و اپیزود بعدی میریم سراغ این پک هایی که از بازگشتمون از فیفای بعدی بهمون داده بود. یه پریمیوم گولد پکه با 3 تا رر، اینجا ممکنه بازیکن خوب بده، آن تریدبله و واکاوت نیست، ولی برد دفاع پیک ریتینگش خوبه، ولی پیس 58 دردسره برای دفاع گذاشتن. پیکه و پپه و کین، این دوتا بازیکنهای خوبی هستن، میشه استفادهشون کرد و متاسفانه پیکه رو نه، و اینها هم که میرن به کلاب تیم داره یواش یواش جون میگیره. و بازیکن سیلور هم اینا هم آن تریدبلن فکر کنم. و اینجا هم اسپانیش رایت بک میگیریم، کوک
اینها هم به درد میخوره، ولی آن تریدبل بودن دوباره فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم. و در آخر اینجا اگه آنچه ایدبل نبود و تریدبل بود بازیکنان نگه داریم بقیه چیزا رو بفروشید به نظرم. این هم پک بعدی، اینها هم آن تریدبل هن و اینها رو هم میفرستیم به کلاب. اگه تریدبل بود بفروشید، اگه تریدبل نبود نگه دارید. و در آخر تیمی که ما باش شروع کردیم داره تبدیل میشه به یه تیم خوب. کاری که ما میخواییم بکنیم الان آپدیت کردن تیممونه. بازیکنهای برونز رو میخواییم بفرستیم برن. کاماوینگا رو گرفتیم و کوتینیو رو هم خواهیم گرفت، میگیریمش. خیلی خوبه. خب این تیممون تا اینجا این شد. ازتون ممنون تا اینجا برنامه رو با ما بودید، دمتون گرم. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا فراموش نشه. ببخشید اگه صدای من اذیتتون کرد، یه ذره میگم تو این دو سه روزه این سه چهار تا قسمتی که پخش میشه صدای من خراب خواهد بود تا حال من بهتر بشه و با انرژی تر بیایم و مراحل بعدی انجام بدیم. تو هر قسمت سعی میکنیم سه پک اوپنینگ داشته باشیم، سه گیم پلی داشته باشیم و نشونه که شده تیمو میتونید با فقط با بازی کردن بدون اینکه پک بخرید ببرید جلو. قربونتون برم. لایکیاتون نره، کامنتیاتون نره، بهم بگین که چه چیزایی بهتر بکنم، به چه چیزایی بپردازم توی قسمت‌های بعدی. و در آخرم همه میدونم دیگه، هلاک.